بدون شک هر پیشرفت و ترقی که در جامعه در ابعاد مختلف امروز میبینیم و همین اکنون که شما عزیزان در هر گوشه و کنار کسی در کنارتان تماشا میکنین، نقش یا جای پای خانواده ها، پدر و مادر بسیار پررنگ است و متاسفانه اگر کدام چالشی هم هست اونجا هم پررنگ است. یعنی ضعفی در تربیت بوده، ضعفی در مدیریت بوده و ضعفی در انتقال ارزش ها به همین اطفال در زمان خاص بوده که امروز متاسفانه این آبای افراد هنجارآور در جامعه تبدیل شده و چالش خلق کرده. و همین قسم در این بخش برنامه ما از اساتید محترم و از مهمانان گرامی میخواهیم که برای ما و شما راهنمایی بکنند که چه نقش را در ازی داره که بتواند در آینده بیشترین سهم را در بهبود اوضاع جامعه در بخش های مختلف داشته باشه و در هر جایی که ما ببینیم که بهبود اونجا حاصل شده یک دعای خیر در حق والدین محترم داشته باشیم که واقعا در تربیت فرزندان سهم گرفتن. مهمانان ما در برنامه جناب استاد محمد رضا احمدی، کارشناس امور تربیتی و مدیر مسئول مکتب خصوصی شایستگان خرد، و جناب استاد خانم مرضیه بخشی، استاد حوزه و یکی از کارشناسان امور تربیتی حضور دارن. وقت هر دوی شما بخیر. خیلی ممنون که در چنین روزی دعوت ما را پذیرفتیم. سلام. بله، بسیار زیاد خوش آمدید. استاد، میشه شما در خاص یک معرفی خود و بیننده های عزیز ما؟ سلام، عرض ادب دارم خدمت ناظری صاحب و خانم عباسی. تشکر. علیکم السلام. همکارای عزیز شبکه تلویزیون و رادیو راه فردا، همچنان سلام خدمت تمام هموطنان عزیز، شنونده ها و بیننده هایی که در داخل و خارج کشور است. برنامه های خوبی را از تلویزیون راه فردا تماشا میکنند. محمد رضا احمدی هستم، فعال در بخش آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت، فعلا مدیریت یک مکتب خصوصی و همچنان در یک مکتب دیگه مشاور و کارشناس در قسمت کارهای روانی هست. آها، بسیار خوب. بسیار زیاد شما خوش آمدید خانم بخشی. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آها، بسیار خوب. خانم بخشی، در نخست میشه شما بگین که خانواده چه نقشی به علم داره به فرزندانشان؟ البته بله، در ابتدا عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و شما همکاران گرامی در برنامه، و بسیار خرسند هستم که امروز در میان شما بزرگواران قرار دارم. البته بسیار سوال بسیار خوبی بود، جایگاه علم در خانواده. البته علم بسیار یک واژه گرانقدر و پرارزش هست در اسلام و همچنان وصف به نور شده است که نور، وقتی که گپ از نور میاد یعنی ظلمت در اونجا دیگه نیست، جهالت در اونجا دیگه نیست و ارزش و جایگاه والایی دارد. تا او جایی را که ما و شما همونطور که در تاریخ میخوانیم، حضرت آدم را خداوند برای فرشته گفت سجده بکنید. به خاطر چی گفت سجده بکنید؟ یک از علت ها ای بود که او به مقام رسیده بود که اسمای الهی را یاد داشت، خداوند برایش که یاد داده بود، یاد گرفته بود. وقت قرائت شد، خداوند برای ملائک امر فرمودن که سجده بکنن که ای جایگاه و مقام علم میرسانه. و همچنان یکی از هدفهای انبیای الهی رسالتشان ای بود که تعلیم بکنن مردم را، ارشاد بکنن، خصوصا خانواده را. و همچنان ما شاهد هستیم در تاریخ، میبینیم که پیامبر نور و رحمت زمانی که وارد مسجد شدن، دیدن دو گروه را که در حال عبادت و یک گروه هم در حال مباحثه مذاکرات علمی مشغول هستن. پیامبر فرمود هر دوی این گروه در این خوب هستن و خیر هستن. بله، خیر هست، هر دو گروه در خیر است، ولیکن ما برای تعلیم مبعوث شدم. و رفتن نزد گروه نشستن که در حال مباحثه علمی بودن، که این نشانگری است که جایگاه علم را میرسانه. و همونطور که ما و شما در جریان هستیم و میدانیم که علم تمامی، نه علم تنها راهی است که تمامی مشکلات را میتونه از طریق علم برطرف شود، چی در خانه چی در اجتماع. خصوصا گپ در روی فامیل خانواده آمد. خانواده یک واحد کوچک اجتماعی هست در واقع،
هرچند در ظاهر بسیار ساده و کوچک، اما در وقتی که ارزیابی میکنیم میبینیم امی اجتماع از امی خانواده ها با وجود آمده و اجتماع و جامعه سالم هست بدون ناهنجارها هست که خانواده ها درست شوند. و چه زمان خانواده ها درست میشه؟ زمانی که واقعا ارزش علم در اون خانه تفهیم شده باشه و پدر و مادر با عنوان مربیان اولیه فرزند خودشان را اول آگاهی کسب کرده باشند نسبت به رویش و وصول تربیت فرزند، چون بسیار مهم هست. ولی متاسفانه امروز ما شاهد هستیم اکثر خانواده ها را در کشور که امی آگاهی کم است، آگاهی پدر مادر کم است، یا سراغ از این بحث اصلا نمیرن. هرچند الحمدلله در دهه‌های آخر علم و دانش پیشرفت خیلی چشمگیر بود، خوب بود، اما متاسفانه چیزی که خیلی کمرنگ است در بین فامیل ها و امی پدر مادر و کسایی که تشکیل زندگی میتن اینه کم توجه شده نسبت از اینکه اصول تربیت را مطالعه بکنن، از کارشناس مربوطه سوال بکنن نکردن و بعدها به مشکلات منجر شده. مثلا امروز ما که می آمدم در مسیر را یک مادر طفل 8 سالش آورده بود پیش یک از افراد امارت که این طفلم دیشب نیامده و با افراد دوست شده که برچه و اهل اینا هست و این را شما اصلاح کنن. و واقعا او هم خوب جواب داد برای زی مادر، گفت وقتی خودت نمیتونی مادر اصلاح بکنی ما چی کنه اصلاح بکنیم. بس اینی هست که این ناهنجاری ها همهشون برمیگرده به اینکه ما علم کافی نسبت به تربیت و چگونگی تربیت فرزندان ما نداریم. بله بله استاد بسیار با نکات خوب اشاره کرد. ما در جریان مصاحبه با خانواده هایی که در حادثه عبدالرحیم شهید بچه‌هایشان زخمی شده بودند، شهید شده بودند، یک از پدرای محترم، پدر نعمت الله جان که زخمی بود، برای ما گفتن که من خودم کارجوانی میکنم در منطقه کوتسنگی و 3-4 تا از بچهای خود روانه کردیم به درس و چون ما به سواد ماندیم، ما درک نکردیم، یا مثلا پدر و مادر درک نکردن که ما با سواد چیم، ما باید درک بکنیم که اولادام سوار نشوند، کاربر نیان و فردا بتونن در جامعه موثر باشن. دقیقاً که استاد که این درک باید باشن. جناب استاد احمدی، خانواده چی اهمیت داره که یک روز به نام خانواده مسما شده و در سطح جهان حتی این مسئله بسیار مهم است که خب در دین اسلام خانواده یک از ارکان بسیار اساسی است، روی خانواده توجه خاص صورت گرفته که شاید در هیچ دینی دیگر به این اندازه توجه نشده باشه. چه ارزش داره خانواده؟ 25 ثور روز خانواده است، برای خانواده های روز را تبریک میگیم. خدمت هر شوه که خانواده کانون بسیار مهم در آموزش و پرورش انسان ها هستک و این حرف شما که در دین اسلام تأکید شده درسته، در دین اسلام نسبت به اهمیت خانواده خیلی تأکید شده، تا کارهای خیلی کاربردی و کارهای بسیار تطبیقی اجرایی در بین مسلمانان نسبت به نقش خانواده متاسفانه صورت نگرفته. درست. احادیث، آیات، توصیه های از معصومین، از بزرگوارای دین داریم، به شکل کلی نیاز به تفسیر داره، نیاز به برنامه های تطبیقی اجرایی داره که خیلی مهم است. بله بله. و علاقمند هستیم که خانواده های مسلمان ها، خصوصا خانواده ای که در افغانستان هست و خانواده هایی که در کشورهای اروپایی، آمریکایی و خصوص فنلاند و کشور دانمارک و ژاپن از جمله کشورهای آسیایی، اینا خب درسته که حدیث نخوانده، آیاتی از قرآن کریم را نخوانده، بله، منتها برای تربیت اولاد، برای آموزش اولاد برنامه های بسیار جالب، برنامه های بسیار کاربردی و برنامه های بسیار اساسی را داره. در افغانستان در عین حالی که خیلی از خانواده های ما باسواد، مثلا دکتر هست، روحانی است، عالم دین، معلم هست، متخصص هست در بخش های مختلف، خب در امور اقتصادی، در امور اجتماعی، اما برای اینمی پدر و اینمی مادری که باسواد هم متاسفانه برنامه های بسیار جزئی و ظریف را برای آموزش کودک های خود در خانواده در نظر ندارم. در کانادا تجربه بسیار موفقی داره اونا که دولت پروگرامی را تنظیم کرده و برای خانواده ها اعلان کرده که
بعد از تولد تا سنی که به مکتب می آید، مثلا 4 ساله 4.5 ساله، نهایتش 5 ساله اونا در مکتب می آید فالشان. در اینمی طول زمانی که اولادشان در خانه هست، هر پدری و هر مادری مجبور است که برای طفل خود داستان بخوانه. خب ولو طفلش در گهواره است، خب پدر و مادر در ساعتی مشخص، در 24 ساعت اونم یک زمان را، یک وقت مشخص را باید برای کودک داستان بخوانن. اما در افغانستان متاسفانه هیچ دکتر قصه دکتری خود را برای کودک خود نمیخوانه. بله. هیچ روحانی و هیچ عالم دین اینمی برنامه را در خانواده برای اطفال خود نداره. خب مهم است از بخش، در بخش تخصصی اگر ما ملاحظه بکنیم، وقتی کودکا داستان را بشنوه هم ذهنشان فعال میشه و شبکه از اطلاعاتشان غنی بار میآید. بعد یک دانشمند و کارشناس از آلمان هست که فعلا خب در قید حیات نیه، ابراهام مازلو وقتی الگوی زندگی را طرح میکنه، خب در آلمان و کشورهای دیگر این الگوی زندگی هم برای پدر به درد خور است، هم برای مادر و هم برای رئیس جمهور. رئیس جمهور برای رعیت خود الگوی سلسله مراتب نیازها را از ابراهام مازلو میگیره و تطبیق میکنه. وقتی آمد این سلسله مراتب مازلو مثلا نیازهای آدمی را درجه بندی میکنه، نیازهای حیاتی، نیازهای کمبود و نیازهای خودشکوفایی و رشد. بعد پدر اگر آمد در خانواده، خب سلسله مراتب مازلو رو مطالعه میکنه، نظر به اونمو الگو با کودک خود، با خانواده خود کار میکنه و عمل کرد داره. اما در افغانستان وقتی ما سلسله مراتب مازلو رو مطالعه میکنیم، خب خیلی از همکارا نظرشون این است که خب این به درد جامعه افغانستان نمیخوره، چون با جامعه افغانستان با آلمان بسیار فرق داره. در این حالی که نه، خانواده خانواده هست. بله بله. و خانواده ها نقش بسیار اساسی و بنیادی در آموزش و پرورش کودکان داره. استاد بسیار به نکات جالب اشاره کرد، مهمانان گرامی و همچنان خانم عباسی. من حیف شد که نام مدرس از یادم رفت، یک از مدرسین بسیار برجسته در حوزه علوم دینی، خب در خانه که طلبه را درس میداد بسیار به سطح بالا هم بود. اما زمانی که نمی کودکش کلان میشه، فکر میگه دی کودک همه این درسایی که پدرش داده یک وقت حفظ داره، یعنی بسیار راحت بوده در درس خواندن. بعد اینام که زود مرحله طی میکنه، بعدا تحقیق میکنه که زمانی که پدر درس میداده به طلبه های کودک، میمونده پشت اون دروازه یا داخل گهواره بوده تا گوش میکرده، مثلا برش آشنا شده بوده. یعنی حتی در اون زمانی که هیچ کس فکر نمیکرد که کودک باید درس پدر را درک بکنن و پدر مثلا متوجه کودک نبود، دیگه خوب برای طلبات درس را میکردن. بعدن وقتی که خود کودک در مرحله درس میرسه، درس خواندن، میبینه که گویا همه این درس ها را تصیف است. یکقدر یک کسی که در برنامه صحبت کرد، من نام نفر از یاد رفت متاسفانه، ولی گپ دقیق است. قسمی که استاد گفتن که بعضی دکترها یا کسی که یک شغل داره به اطفال خود تشریح نمیکنه و در مورد کار خود نمیگه، من اتفاقا همچون دکترانی را دیدم که چنان مصروف کار هستن، روز تا شام چنان درگیر پول هستن که نصف شب خانه میره. خب معلوم دار نصف شب خانه بری، فرزندایت خواب است، وقت صبح از خواب میخیزی و پس دوباره باز طرف از فیت می بازم فرزندایت خواب است، اصلا وقتی نمیگذاره. کل دنیای شدم و پول و کار باید وقت بگذارم. خب خانم بخشی، میشه شما بگین که وظیفه عمومی یک خانواده در قبال فرزندان و تربیتش چیسته؟ بله تشکر. وظیفه والدین البته در اسلام اونطور که همکار گرامی ذکر کردن، در ابتدا اول اشاره بکنم به صحبتهای همکار ما که گفتن در خارج از کشور بسیار خوب رعایت میشه، چون اون مردم به یک فهم و درک رسیدن. درست. اگر نه ما هم در اسلام نمونای کمی نداریم، بسیار نمونای بارز و موفقی را در اسلام داریم و کمی ما کاستی ما در خود ما هست که ما دنبالش نیستیم و همچنان مجریای خوب اجراگر نداریم. اونا بله. قانون شده و مردم سطح سوادشان به یک جای رسیده و ایره دانستن واقعا که چی به خیرشان است و چی به صلاح و چی به خیرشان نیست. بله بله. و در مورد سوالی که خانم عباسی شما فرمودید،
که وظیفه عمومی خانواده چی هسته؟ مسئولیت بسیار سنگینی به دوش پدر و مادر هست نسبت به فرزندان، یعنی در قبال فرزندان پدر و مادر یک مسئولیت بسیار عظیمی را به عهده دارند که این مسئولیت کاملا بیان شده در دین مبین اسلام و همچنان نمونه ها و الگوهای بسیار باریز ما داریم در این حصه که خیلی موفق بودن، تاریخ شاهد از است. ما شما میخوانیم یکی از چیزهایی که خیلی مهم است از وظایفی که پدر مادر به او باید اتکا کنن، عمل بکنن، این هست که اول آگاهی خودشان را نسبت به شیوه، اصول و تربیت، راه های تربیت، چون متفاوت هست زمان ها و فرزندان متفاوت هست، اینا را اول خودشان باید یاد بگیرند در قدم اول و بعد برای فرزندشان یک الگوی مشخص بکنه، چون هر انسان الگو طلب هست، الگوی را جستجو میکنه تا از روی او نمونه برداره و عمل بکنه. و امی خوب است که پدر مادر، البته در قدم اول که خود پدر مادر برای فرزندان الگو هسته، که همونطور همکارا دوستا همه گفته شد که خیلی پدر مادر ها بودن که عمل خوب اجرا کردن. مثلا آقای نظری گفتن که او عالم که درس میداده فرزندش بسیار خوب شگفایی عالی داشته. این هسته که خود پدر مادر الگوی اول در ابتدا برای فرزند و مربی حوال هسته، بسیار نقش اساسی را هم داره که در رفتار، گفتار در مقابل فرزند باید بسیار احتیاط بکنه. و تا ای که فرزند، مثلا ما و شما داریم زیاد دیدیم که خود پدر مادر باعث شده که فرزندشون دروغ یاد بده و فردا روز که از فرزندشون دروغ را شنیده عصبانی شده، در حالی که نقص اساسی برمیگرده خود پدر مادر که مثلا گفته بچه‌م امروز ما که اومدم برای تک سامان بازی میارم، ولی شب که میایه و گفته خانم باسی خسته و زله یادش رفته، یعنی گفت یا نورده یا این کار را درس بخوان به این جای میرم یا به یک توفه هدیه خلاصه وعده و وعید داده و بعدها اجرا نشده، یعنی خوش یک نو دروغ. یا این که گفته میمان پشت دروازه است، گفته برو بچه بگو که چیز است، پدرت خانه نیست، ما خانه نیست. یعنی آموزش رفتارهای سو برای فرزند است و فردا روز که اجرا کردن فرزند، ما نباید مقصر فرزند بدانیم بلکه خود را باید مقصر بدانیم. پس الگوی اول خود پدر مادر هسته که در رفتار، در گفتار باید شدید مواظب رفتار خودشان باشد تا که فردا روز او چیز را که میخواین از فرزندشان امور به دست بیاره. و بعد هم ای که به فرزندایشان یک الگوی برتر را معرفی بکنه و آگاهی بده نسبت به الگو تا از او نمونه برداری بکنه. و همچنان برای فرزندا باید محبت زیاد شه و خصوصا برای فرزندای دختر که نیاز احساس عواطف زیادتر هست، ظریف‌تر هست، باید نهایت محبت شه و برای زنات آنها، چون محبت هر انسان این محبت یک نیاز فطری هست و در خانه باید اشباع شه و نشه که فرزندا در بیرون جستجو بکنه محبت های کاذب را، خصوصا برای دخترها که ناهنجاری های اجتماعی زیاد را به بار میاره. و دیگری که وظایف پدر مادر این هست که فرزندانشان را تعلیم به تعلیم آموزش شایق باشن، تشویق بکنن آنها را و زمینش فراهم بکنه تا آنها تعلیم و تربیه کافی را ببرن، چون همونطور که در ابتدا گفتیم علم تنها چیزی هست که ظلمت را از بین میبره و آسایش را به انسان هدیه میده، نه تنها در خانواده آرامش و آسایش را میاره که در اجتماع و همچنان نه تنها در این دنیا که او دنیا را هم امی علم انسان و عمل به علم رقم میزنه. بله. و همینطور وظایف بسیار دیگری هم هست و یک از وظایف مهم دیگر که اشاره شوی است که پدر مادر باید ناظر بر اعمال فرزندان باشه، وظایف ها، مشغولیت ها و همچنان اینا باعث نشه که پدر مادر از اعمال و رفتار فرزند و که با کی دوست است، با کی رفتار، با کی ارتباط داره، از اینا نباید غافل شوه، چون غافل شدن این پدر مادر نسبت به فرزند باعث میشه که بسیار ناهنجاری رها شود. بله بله. از اعمالی که خود ما پشیمان هستیم نباید در پیش اولاد و فرزند تکرار بکنیم. یک جمله بسیار زیباست که مناسب بود یک قسمت بیان بکنم. شما بیننده و شنونده صحبت های دو کارشناس محترم برنامه هستید، استاد خانم بخشی و جناب استاد احمدی، و اینها هم تراوش های فکری و چکیده های آموزش و تخصص و تجربه های عالی را در این بخش با ما و شما شریک میکنه. خداوند بهشان خیر بدهد. آقای احمدی صاحب، نقش پدر زیاده در خانواده و مادر، حالا دیگر جدای از مسائل جنسیت شما واقعا مطرح کنید کدامش نقش دارد؟ در افغانستان
نقش مادر در تربیت اولاد بیشتر و بیشتر اعتراف میکنید دیگه؟ بله. ما در مکاتب هم که کار میکنیم زیادتر با مادرها سر و کار داریم و پدرها خب مصروفی کار هست. درست بله. فکر کنم خیلی حوصله کارهای تربیتی در خانه را نداره. اما مادران بله. نقش مادران در تربیت اولاد چی دختر و چی پدر بسیار مهم است و اگر اشتباه مادر مرتکب شود به قول خب رئیس جمهور سابق اشرف غنی که چهار نسل خراب میکنن درست و اگر کار خوب هم انجام میکنه چهار نسل آباد میکنه. خب حرفشان حرف واقعیت بود یا با همون جمله معروف که مادر با یک دست گهواره و دست دیگر جهان را یا خود جهان هم تیره یا افغانستان را تکانه یا قابل این مادر ها بسیار نقش اساسی داره در افغانستان. شما هم به این باور نوستاد بخشی یا شما میگین پدر نقش زیاد است مسئولیت زیاد داره؟ البته از حق نگذره مادر چون که زیادتر وقت را با فرزندان مادر میگذرانه و امی ابتدای زندگی را فرزند با مادر زیاد میگذرانه و از اونجا هست که فرزند درس میگیره. ذهن فرزندان و علما گفتن مثل زمین خالی هسته و در اونجا برمیگرده به مادر و پدر که چه دانه ای را کاشتن. پس چون که مادر وقت زیاد را با فرزند میگذرانه باید خیلی مواظب باشه تا پدر. بله در این صورت نتیجه گیری میکنیم اگر مادر با سواد داشته باشیم جامعه سالم داریم. بله. جامعه خوب داریم و جامعه عاری از هر نوع مشکل. بسیار خوب. استاد میشه شما بگوین که وضعیت خانواده ها را در افغانستان بلخصوص در تربیت فرزندان چگونه تحلیل میکنین با شرایط کنونی؟ در شرایط کنونی که ما مستقیم با خانواده های یک تعداد از دانش آموزا در حد 1100 نفر سرکار داریم و قبلا هم بودیم. در قسمت تربیت تخصصی و دقیق دست خانواده ها کوتاه متاسفانه و چون اکثری از مادران به سواد هم. بله. اما وقتی ما با مادرها صحبت میکنیم بهانه به سوادی را او طرف میندازیم. خب این یک واقعیت زندگی ماست. حالا یک مادر 40 ساله 45 ساله نمیشه که بره او سواد پیدا بکنه، سواد خواندن نوشتن را. خب سخت است برش. راه های ساده ای را که ما پیشنهاد میکنیم برای خانواده ها و کار میکنیم مفید هم بوده ای است که مهارت و هنجار امو رفتار با کودک را مادر تقویت بکنه در خود که بخش اولی هنجار و مهارت نظارت دقیق نه نظارتی که خیلی مقید و مستبدانه باشد. برنامه ای که بیتانه کودک هم به درس ها برسه و هم به تفریح برسه هم به دیدن تلویزیون و تماشا کردن تلویزیون و هم به استراحت خود. بعد مشخص تقسیم اوقات میتیم که کودک چند ساعت را بخوابه، چند ساعت را در خانه روی درس ها و روی برنامه آموزشی کار بکنه اگر مکتب آمد و 24 ساعت چقدر مصروفی دیدن تلویزیون شما و چقدر تفریح آزاد داشته باشه که باز در این برنامه بهانه بیسواد بودن مادرها برداشته میشه. بعد مادرها مستقیما مسئولیت میگیره که بله ما که نظارت میدانیم از اولاد خود راحت از نظافت اولاد، از نشست و برخاست اولاد، تقسیم اوقاتشان بودن در بیرون و بودن در خانه و تقسیم اوقات دیگه بخش زندگی رو مادر میتونه تنظیم بکنه و خیلی از مادرها هم در این بخش موفق بوده. بله درسته که مشکلات هست اما مادر بازم نقشش زیاد است. بله نقش مادر زیاد. از نظر دینی و سایر راهکارها چه نقش هایی را میتونه داشته باشه و چطور ما بتونیم ظرفیت و توانایی درک در وجود مادران بالا ببریم؟ استاد بخشی شما چه راهکارها را به نظر دارید؟ بله البته اینطور که آقای احمدی اشاره کردن که برنامه خودشان را در مکاتب واقعا خوب بود، کارساز بود. اما ای که در جامعه ما و شما سواد به او حد نرسیده که همه با سواد باشه و یا کم سواد داره یا وقت نگذاشتن در این حصه. اولی هسته که باید کسانی که سواد دارن اونا باید این امر واقعا مهم برایشان جلوه بیتن و اهمیت از این امر درک بکنن تا فردا روز دوچار مشکل نشن. بعضی ها
امی که در مشکل برخوردن می کاش ما ایرا می فهمیدم از اول این کارا نمی کردیم به ایران نمی آمدیم. و دیگری که برنامه های البته می گب سواد است واقعا بر بهبود وضعیت مادرها به نظر شما چه پیشنهاد ها وجود دارد؟ اینه که باید اینی برنامه های تلویزیونی فضای بله. مجازی بسیار مؤثر است برای مادرها که گوش بکنن و راه هایی که پیشنهاد میشه برای زنا اجرا بکنن کارساز هست و همچنان برای ملای مامان مساجد خصوصا در موقعیت های خاص زمانی مثل ایام محرم رمضان مستمع زیاد دارن آنها و خوب است که به موضوعات مهم کلیدی مثل خانواده تربیت فرزندان که واقعا خیلی مهم است اکثر جنجال ها و امی نواقصی که در اجتماع در خانواده بروز کرده و مشکلاتی که هست برمیگردد به تربیت صحیح فرزند که متاسفانه خانواده آگاهی کامل نداره. علما اکرام باید توجه خاص در قسمت داشته باشن، برنامه دارن اونا، باید در ایام و زمانهای خاصی که مستمع خیلی زیاد دارن موضوع مشخص شود مثل امی تربیت خانواده، اهمیت خانواده و اینا چون مستمعان زیاد هسته در اونجا باید مطرح شوی تا به گوش از مادرها و پدرها برسد و آنها اهمیت قائل باشه به این امر. و بسیار. پدر و مردان خانواده چی مسئولیت دار در کنار مادر اینا چی کار بکنه؟ انتظار شما به عنوان یک بانو چی هست از مردان که در خانواده هستن؟ از مردان که در خانواده هستن که البته امیدوار ما و شما در جامعه زندگی میکنم که تقریبا مرد سالاریه تقریبا مردها اکثر بله خصوصا در این دوران که ما و شما قرار داریم این هسته که باید از روحی پرخاشگری پرهیز شود در خانه چون پرخاشگری هیچ وقت مشکل با پرخاشگری حل نمیشه باید راه حل عقلانیش رو پیدا کرد و دیگری که مواظب نانی که برای اولادشان میاره مواظب از این باشه البته تنها این است که مادر تلاش بکنه تربیت درست بکنه در خانه وقت بگذاره ولی از اون طرف پدر نان را بیاره لقمه نان را بیاره که حلال نباشه بازم کارساز نیست واقعا کارساز نیست درست. چون تاریخ هم شاهد از این صحنه ها هست باید پدر مواظب لقمه نان که میاره در خانه باشه و همچنان وظیفه پدر هم هست که نظارت باید در کل خانواده باید داشته باشه و همچنان باید زمینه تحصیل را فراهم بکنه برای فرزندانشان و هم برای همسر میشه بله که برای همسر خانواده بله نفقه تنها نفقه نان باشه بله برای خانواده بله زمینه های تحصیل فراهم شده بله تنها رشد جسمی منظور نیست رشد روحی و معنوی هم منظور است شما همسر گفتین یک گپ آقای نظری یادم اومد بعضی خانواده ها را ما دیدیم وقتی که به موقع بچه‌شون یک ذره پرخاشگر هستن و با گپ نیستن کار نمیکنن میگه که برشون خانم بیاریم که خوب شون وقتی خانم آورد میبینه که بازم او دران آمده میگه که ما بریزیان گرفتیم که یک ذره اصلاح شد خوب شد چشم بازم شد به نظرتون استاد این سرچشمه از خانواده داره یا خانم رو که میاره بعض وقتا تا خانواده هایی را دیدیم که عروس خدا را سرزنش میکنه به این حساب که تو نتانستی بچه را اصلاح بسازی بله ما میخوایم که پیش از این که سوال شما رو جواب بدیم یک نکته را همینجا یادآوری بکنیم که ما درست در مورد خانواده صحبت میکنیم اعضای خانواده که پدر مادر و بعد اولادایش هست و از یاد ما نره و فراموش نکنیم که تلویزیون یک عضو بسیار بله. اساسی خانواده بله. ها شده که در خیلی از جاها از این تلویزیون به نام جعبه جادویی یاد شده آدم ها را خب جذب میکنه هم در بعد منفیش و هم در بعد مثبتش بعد زمانی که برنامه های آموزشی در تلویزیون زیاد باشه دقیق پخش و نشر شود این تلویزیون یک عضو بسیار مهم و مؤثر در خانواده هست به عنوان معلم جادویی لقب گرفته و روانشناسا تاکید میکنه که خب چینل هایی که مفید است برای کودک ها باید کودک ها تحقیب بکنه در قسمت خب ای که بچه بزرگ میشه بعد باز یک مقدار پرخاشگری میکنه خانواده تصمیم میگیره که خب به قول معروف خانه زیر آباد کنه دوباره باز ای خب بچه باز هم به امو پرخاشگری و بگفتی خود ادامه میده ممکنه عوامل و خب دلایل زیادی داشته باشه اما گفته نمیتونیم که
برای ادامه پرخاشگری خب عروس مقصیره. نه، عروس مقصیر نیست و او خو یک فرد جدیدی است که آمده در محیط خانم. بله. بعد اگر ما مقصیرم بدانیم، خب میتونیم یک بخش از مسئولیت ها را به گردن مادر یا پدر بندازیم که در تربیت این جوان خب حتما کوتاهی کرده. اما یک چیز را هم که اینجا اضافه بکنیم است که وقتی هر انسانی ولو خب دختر باشه یا بچه بزرگ میشه، در سن بلوغ زمانی که میرسه، سن بلوغ سن بحرانیه، سن بحرانی است و اکثری از مادرها و پدرها در این سن با اینمی تحول بلوغ نوجوان کنار آمده نمیدانه و شکایت میکنه که خب اینمی بچه ایمه سنفی نوشته، حالی هیچ گپش فهمیده نمیشه، رفتارش ثابت نیه، گاهی خوشه، گاهی دقه، گاهی قاره، گاهی شاده، گاهی خنده میکنه، گاهی با ما جنگ میکنه و اصلا به تربیت شده. و این مسائل بسیار مهم است. با مادرها صحبت میکنیم و فعلا هم اگر شنونده هست با پدرها صحبت میکنیم که سنی هست که از لحاظ درونی و از لحاظ جسمی این نوجوان دوچار یک بحران بسیار جدید و تحول بسیار عمیقی هست و باید کنار بیاید. خواهی همین صاحب، یک از مسائل مهم نقش خانواده در انتخاب مراکز آموزشی و جاهایی است که کودک یا طفل خود برای آموزش روان میکنند. با شما فرض بکنیم اگر میخواییم غذا درست کنیم سراغ بهترین آشپز میریم، اگر بخواییم موی خود درست کنیم سراغ بهترین سلمانی میریم، اگر میخواییم دندان خود درست بکنیم بهترین سراغ بهترین دکتر دندان میریم، اگر میخواییم صورت خود آرایش بکنیم سراغ بهترین آرایشگر. ما وقتی روح و روان یک طفل خود ما سالم بسازیم، فکر میکنم کمتر توجه میشه که سراغ بهترین معلم، سراغ بهترین مرکز آموزشی یا حوزه و مدرسه بریم. چه نکات را خانواده ها در انتخاب مرکز آموزشی بهتر در نظر داشته باشند که بتونن فرزندای خود به جای درست روان بکنن که تربیت درست شود؟ در وضعیت فعلی افغانستان، خب ما اگر شرایط ایدئال را در نظر بگیریم، شرایط ایدئال خب یک حرف بسیار کوتاه هست که میگه دنبال معلم خوب باشین، دنبال مکتب خوب نباشین. خب مکتب ممکنه که زرق و برق داشته باشه، ممکنه امکانات خیلی بالا باشه، ممکنه خب ساختمان بسیار عالی داشته باشه، اما در درونش آدمایی که فعال هستن، آدمایی خب نیستن که تربیت مناسب و آموزش مناسب را برای اطفال ارائه میکنن. بعد اولین معیار معلم هست، یعنی مکتب را ما گرفتن نمیتونه معیار. هر مادر و پدری که اولاد خود را در اختیار یک معلم قرار میده، او معلم را باید بشناسه که معلم چی با چی مفکوره ای میخواه کودک مرا و طفل مرا آموزش بده و تربیت بکنه. این بسیار مهم است. شناخت از معلم اولین راه است که باید پدر مادرها باید نظر بگیره و خیلی مهم است. چطور بشناسم؟ بله. صحبت با معلم، گرچه خیلی دقت نمیشه، اما ایه که کار معلم بسیار مهم است. و بعد صحبت با معلم، چی فکر میکنه در مورد زندگی، چی فکر میکنه در مورد ارزش علم، چی فکر میکنه در مورد تربیت، تخصصش چگونه بله. هست، چی تصویری از آینده داره امی معلم. ایه که یک معلمی که خب اول تایم حاضری امضا میکنه، بعد منتظر ازی است که تایم رخصت شوه، این معلم به درد معلمی نمیخوره که زیاد هم هست متاسفانه در افغانستان. معلمی که هر لحظه از زندگی با طفل بر از او معنادار باشه و یک تصویری از آینده را با خود داشته باشه و کودک هم همراهش باشه در او، تصویری بسیار مهم است که نمونه های زیادی از معلمین ما داریم که والدین و معلمین را خب زندگی نامه از اونا رو چی مثلا در کشورهای اسلامی چی در کشورهای اروپایی میتونه مطالعه بکنه، بعد مقایسه بکنه که معلم کودکش آیا خاصیت و اونمو ویژگی ها را داره یا نداره. البته شناخت معلم خب در این شرایط برای والدین هم یک مقدار سخت هست، اما مهمترین بخش برای انتخاب مکتب و انتخاب مدرسه و انتخاب برنامه های آموزشی معلم یک تحقیق بکنم باید داره. بسیار خب، استاد اگر گفتنی داشته باشین مخصوصا در قسمت بهبودی اوضاع خانواده ها از ابتدای تشکیل خانواده تا انتها که خیلی نقش برجسته بود، چی کار صورت بیا استاد؟ بله، البته همونطور که گفته شد مسئولیت های والدین زیاد هست. بله. که اشاره کردیم به الگو و الگو پذیری و مسئولیت نظارتی پدر مادر و همچنان امر آموزش.
و نیز انتخاب مکتب و مدرسه هم بسیار مهم است، چون یک مقطع سندی را مادر و پدر، خصوصا مادر، زحمت زیاد کشیده در خانه که فرزندان را تربیت کرده تا 7 سال اینا را که معمولا جامعه ما و شما ما 7 سالگی مکتب یا مدرسه میرن، باید ببینه مدرسه و مکتب را که برنامه های خوبی دارن و همچنان ای برمیگرده برنامه در خود مدیریت مدرسه و مکتب که در کنار مضامین درسی باید یک سری مضامینی باشد که برای فرزندها، برای کسایی که اعتماد کرده برای مکتب و مدرسه فرزند خود فرستاده، برای تقویه آنها رشد انسانی از آنها و اخلاق از آنها در خانه، در اجتماع موثر باشه. و مضامین را باید در کنار مضامین بانه، مثلا ما مدرسه ای که داریم برای اساتید که جلسه میگیریم هر چند گاهی، برای تمام اساتید ملزم کردیم که 5 دقیقه پیش از شروع تدریس حتما نکات مهم اخلاقی که بله، در جامعه بله. ما شما واقعا نیاز هسته برای شاگردها گفته شده که بسیار موثر است، چون شاید گپ پدر مادر همیشه در خانه گفته میشه زیاد روی فرزند تاثیر نگذاره، ولی گپ استاد بسیار تاثیر داره که اینا برمیگرده به مو اداره و خود مدرسه که این برنامه ها را هم باید داشته باشن مد نظر برای بهبود استادم. روی گپ شما طرف استادم هست یعنی بله، برای بهبود اوضاع کل اساتید و مدیر سایه بله. و در قسمت تشکیل ازدواج چی کار بکنن پدر مادر ها؟ بزرگ باشد، ازدواج های معیاری باشد، غیر معیاری باشد، کوتاهی شده باشد؟ که ما و شما بازم نمونه های زیاد در اسلام داریم، در ازدواج یک امر بسیار مهم هست، خطیر هست که در اینجا باید نهایت توجه صورت بگیرد، البته توجه بر زواهر و زرق و برق و مثلا پول و اینانه، چون اینها ظاهری هست و بدرخور نیست، زودگذر هست. باید اخلاق طرف، فضیلت اخلاقی خیلی مهم هست، از فضیلت ظاهری کرده اینها باید مورد توجه باشه، ببینه خانه فرد خانواده دار باشه، از خانواده اصیل باشه، که اینها واقعا مهم هست برای تشکیل خانواده. بسیار خوب، بسیار خوب. خب استاد شما اگر کدام گفتنی و پیشنهاد داشته باشید در روز جهانی خانواده بحث جمع بکنیم. بله، برای خانواده های عزیز ما توصیه میکنیم که هر چند کم، به اندازه بسیار کم، اگر با کتاب همراه باشه مطالعه بکنه. بله. کتاب های ساده هم هست، کتاب های فلسفی نه، علمی نه، تخصصی نه، کتاب های بسیار ساده ساده در جامعه هست، در خصوص تربیت کودک، در خصوص آموزش، در خصوص اهمیت خانواده، نقش خانواده، حتما باید مطالعه بکنه. این مورد اول. مورد دوم، در قسمت نظارت اعتدال را در نظر بگیره، نه خیلی مقید و نه خیلی هم باز نظارت داشته باشه. حتما پدر و مادر برای اولاد خود. و نکته سوم هم مسئله تشویق و ابراز محبت که خیلی از اطفال و کودک ها محروم از این بخش هستند. بله. و مادرها پدرها اکثریت فکر میکنن که اینا نمیفهمن، اما از بسیار زمانهای اولیه زندگی کودک درک میکنه رفتارها را. محبت بسیار چیز اساسی هست و در کنارش تشویق مناسب، نه تشویقی که کودک را تبدیل به یک نازدانه بگفت و بگپ بکنه. این در مورد خانواده ها. و از پیشنهادی هم بر شما داریم که چون نقش خانواده ها خیلی اساسی است در آموزش پرورش، اگر برنامه ای را در هفته یا مثلا در یک ماه برنامه ثابت را تنظیم بکنیم که در امور تربیتی مشخص به شکل سلسله وار صحبت شوه، این خیلی مفید هست و یک بخشی از مسئولیت های خانواده را هم میتونه که از طریق تلویزیون شما ایفا بکنید. بسیار خوب است. سه شنبه ها یک بخش برنامه ما ارتباط داره به این موضوع. جناب آقای حبیب الله شریفی کارشناسی بخش هست، جناب آقای رضوانی هست، خود شما به استاد تشریف میارید، اما تلاش میکنیم که شاف بیم. یک سوال من از خانم بخشی، شما در خانواده سمت شما چی است؟ خواهر هستین، مادر هستین، چه جایگاه دارین و برنامه خود چگونه تنظیم کردین در چنین روزی که شما به عنوان الگو اگر خانواده قرار بدن که برنامه ها را عملی بکنن؟ البته فعلا که خواهر و دختر هستم در خانواده. بله. و شما هم نسبت به کوچیکا یک مسئولیتای دارین در خانواده؟ بله بله، حتما. خواهرزاده، خواهرای یک خواهر خرد و یک برادر خرد
دارم که الحمدلله اونا نسبت به ما بسیار رشد کردن از نظر فکری و همچنان جسمی بسیار رشد کرده و در عرصه‌های مختلف مثلا خواهرم هدیه جان که اگر میبینن اونا در قسمت آشپزی، در قسمت درس خواندن، مهمانداری، یکی در اجتماع برن، الحمدلله ما دیگه مادرم دغدغه‌ای که دما داشت او نداره. مثلا وقتایی که ما رو میفرستاد یکم دیر میکردیم ورخطا میشدن که کجا شد با کی هم صحبت شد، ولی الحمدلله ما هدیه را که تربیت شده دیگر او دغدغه را نداریم. میفهمم، مطمئن هستم که خوب تربیت شده و مشکل ایجاد نمیکنه. کوچه خانه است، نازنینگ هم نمیکنه دیگه. بله، نه دوحت، نه افراد، نه تفرید. بسیار خوب. خب ای بخش آقای نظری به پایان برسیم. بله. بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر از هر دو مهمان محترم. تشکر. راهکارهای مؤثر برای خانواده زراعه کردن تا ما بتونیم در جامعه خود یک خانواده سالم داشته باشیم و مهمانای ما توانستن بسیاری از خارها را از مسیر زندگیش ما بردارن تا بتونیم ما دلپر در این مسیر حرکت بکنیم.